خدا سلام، امروز میخوایم راجع به المپیک با هم صحبت کنیم. المپیک یا المپیاد ورزشی در ابتدا یک جشن مذهبی بوده که توی یونان اتفاق می‌افتاده، در واقع برای آماده شدن جوان‌ها و ورزیده شدنشون در مقابل حملات کشورهای خارجی بوده که این رویداد رقم می‌خورده در یونان. رشته‌هایی مثل دو، پرش، پرتاب دیسک، مشت‌زنی و عرابه‌رانی برگزار می‌شد و جوان‌ها توی این رشته‌ها با هم دیگه رقابت می‌کردن در محلی نزدیکی‌های کوه المپ که اسم المپیک از نام این محل الهام گرفته شده. امروزه این جشنواره ورزشی یا المپیک هر 4 سال یک بار برگزار میشه و میزبان قهرمانهای کشورهای سراسر دنیاست. اه چوخه هی آفرین 3 متر. نه بابا 3 متر. 3 متر گفتم بابا. گفتم سبکتر بده، این سنگینه برای من. نمیشه بابا، اینا استاندارده. تو هم یه چی میگی ها؟ ای بابا پدلش کن بیا بریم پیش پدر زنه. نه 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 سراغ اون نه نه دی. اصلا حرفشم آقا آقا چه خبرتون؟ من وسیله ضبط برنامه ما. این نیزه رو کی انداخت؟ من انداختم. تو انداختی؟ بله ده. بابا همه دنبال قهرمان شدن تو المپیکن، تو به فکر برنامه مسخره‌تی؟ نه برنامه مسخره نیست، اسمش کاریکاتور. اتفاق خیلی هم طرفدار داره. بله. راجع به چی هست حالا؟ اتفاقا خیلی عجیب نیست، ما داشتیم راجع به المپیک حرف می‌زدیم. بله بله بله. میشه به این هاشور بگی المپیک جای آماتورها هست یا نه؟ نه خیر آقا، آماتور نمیتونه شرکت کنه. المپیک بالاترین رده ورزشی دنیاست که قهرمان‌های خیلی محدودی میتونن جواز حضور توش رو بگیرن. خیلی آقا جوازش کجا میفروشن؟ من برام بخرم. نه نه جوازش که فروشی نیست، شما باید اول کلی تلاش کنی توی محلت تو شهرت قهرمان بشی. بعد توی که بله تو کشورت باید قهرمان بشی، بعد بری با قهرمان سایر کشورها رقابت کنی. اونجا اگه موفق باشی بهت جواز حضور در المپیک میدن. دیدی گفتم آشور، المپیک فقط جای قهرمان هست. همین بابا من قول میدم قهرمان میشم، تو بیا پدرزن تو راضی کن. ای بابا بیا دیگه. آقا جریان چیه؟ پدرزن اینو چیکار داری؟ بابا هیچی، من میخوام میگم بیا بریم مسابقات اسب دوانی، من مطمئنم اونجا قهرمان میشم. شما مگه اسب سواری بلدی هاشور؟ بابا تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ من رکورددار اسب دوانی ام و بیشترین زمین خوردن با اسب داشتم تو دنیا. گیریم که شما راست میگی. اسب داری؟ نه نه نه، اسب پدرزن مرداد داره دیگه، میخوام بهمون ازش قرض بگیری. پدرزن شما اسب داره؟ آقا جان اون اسب نیست، قاطره. اصلا قاطره، اصلا پیره، ترمز نمیگیره. بله شما بشینی روش اون میشینه. قاطرشون چون پیره ایشون بشینه روش میشینه. آقا من اصلا گیر این نیستش، تو برو راضیش بکن. من از پشت یواشکی سوارش میشم با فلفل اونجور حرفای کاری میکنم از همین جلو بگیرم. آقا مگه شما حیوان آزاری؟ بعدش هم داورا متوجه بشن شما رو جریمه میکنن. آقا نه، داورا رو یه شیرینی میدیم حل میشه دیگه. اصلا یادش رفته سر همین حرف به داور کشتی زده بودی حرفو. کشتی؟ یه کتک مفصل خوردیم ما اونجا. کشتی؟ بله. مگه کشتی گیره؟ نه آقا جان ایشون کشتی گیر نیست، منو مجبور کرد بریم مسابقات کشتی. خب که بخواد یه جام یه مقام یه چیزی بگیره. آقا اونجا منو مجبور کرد، گفت به جای من تو رو کشتی بگیر. آقا مسابقه اول بردم، مسابقه دوم بردم، مسابقه سوم. آقا به بدبختی خودم رسوندم فینال. به فینال خب من خودم بازی میکنم. خب من خودم برم رو تشک. چرا مگه مدالو بندازن گردن خودم؟ مدالو من میگرفتم دیگه. نمیشه بگم چی شد بعدش؟ چی شد این رفت رو تشک تو 3 ثانیه اول ضربه فنی فینال. آره ضربه فنی شد. بعد چیکار کرد؟ بلند شد رفت سمت داور، یک حرکت زشت ناسزا گفت. بگو چی گفتی؟ چیکار بگو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ من هیچی، رفتم به داوری تراول دادم، گفتم ما رو قهرمان کن، مشتی پهلوون باش. بعدم یه کتک مفصل خورد. خیلی کار بدی کردی. داورا شریفترین اعضای جامعه ورزشی هستن، این چه رفتار کوته فکرانه ای بوده تو کردی؟ آقا من فرستادم شطرنج. شطرنج 80 تا بازی عینول 80 تا رو باخت. بابا خیلی سخت بود. خیلی سخت بود، پر حیوان میوون بود، نمیدونستم چی به چیه. اسب میپرید، فیل قل میخورد. اسب میپرید، اسب ال میره. اسب اینجوری که نمیپرید. نه نه اسب ال میره، اون قانونشه. قانون نمیشه. هر بازی هر ورزشی قانونی داره. توی شطرنج اسب اینجوری میره. باورتون میشه دوپینگم کرد؟
برای شطرنج؟ بله. آخه برای شطرنج کدوم اسبی دوپینگ میکنه؟ بابا من گفتن که اونجا تست دوپینگ نمیگیرن، گفتم بذار تست کنم، خیلی هم از این قرص مرسا خوردم بازم فایده نداشت، اسبه میپرید. با اسبه من یه ورزشیگر به شما بگم، آقا من یه ورزشیگر بگم، رفتیم تکواندو. تکواندو ضربه اول، یعنی مبارزه اول، ضربه اول بیهوش رو تاتمی. آره با بی هوا زد. مجید بی هوا زد، بی هوا زده یارو، اینجوری کرد زد اونو، بی هوا زد. مسابقات شنا که شیرجه زدی دیگه چرا بالا نیومدی؟ شدم با این مو. آخه مقوای آب به خودش جمع کرده رفته پایین قرق شدی. تشنم بود آب می‌خورد. آخه بچه‌م تشنش بوده آب می‌خورد. بعدش رفتیم تیراندازی، یه تیر اشتباه زد به داور ارشد بازی. بله دوباره نه خواستم ببینم اصلا هم تیر داره یا نه، چه داشتم امتحان میکردم مستقیم به سمت ارشد. من اینجوری زدم دیگه، خلاصت کنم، هر کاری کردیم نشد که نشد. ببین فقط مونده عصبانی، من مطمئنم اونجا قهرمان میشم، فقط پدر زنت رو راضی کن دیگه. بابا اون قاطر پیره، بشینی روش میشینه. خب راست میگه دیگه، اون زبون بسته پیره میشینه، بعدش هم تو میخوای قهرمان بشی؟ آره دیگه. نمیشه قهرمان شدن که همینجوری نیست، باید بری کلی زحمت بکشی، تلاش کنی، تمرین کنی، بعد گیریم شما قهرمان شدی. قهرمانی خارج از پهلوانی 2000، آقا 2000 هم نمیارد. احسنت، تمام. آفرین آفرین. الان الان کاری که بتونیم بکنیم چند تا کارتون با هم دیگه ببینیم. بفرمایید. اکثر کارتون هایی که در رابطه با المپیک کشیده شده مربوط میشه به بازی کارتونیست ها با حلقه های المپیک. این هم داره اشاره میکنه به المپیک توکیو، فکر میکنم که همزمان شد با دوران کرونا و باعث شد اون المپیک با تاخیر برگزار بشه. اینجا هم باز شوخی کارتونیست با حلقه های المپیک، حلقه سبز و قرمز که نماد اروپا و آمریکا هستند، اینجا هستند. کارتونیست پرچم المپیک رو کنار زده و این دو حلقه مثل پابند زندانی ها طراحی شده. خودش فکر میکنم گویا من دوست دارم یه دونه، باش باش. یه دونه مهداد قبلا من گفت خیلی دوست داری یه بار بزنی، یه بار میذاری اون رد کنه. باشه باشه، لذت های زندگی من. باشه جدا، هر موقع دوست داشتین شما تشبیه اینجا رد کنید. اینجا هم باز بازی با حلقه های المپیک، دستبندی شده بر دست خبرنگاران، یه نیم نگاهی هم کارتونیست به موضوع تقارن کرونا و برگزاری المپیک داشته. بذار اون رد کنه دیگه، بعدیشو باشه، بعدیشو رد کنه، بعدیشو مرداد رد، هر کی زودتر بگه اول. نه دیگه اول باشه. باز هم یک شوخی تصویری با حلقه های المپیک و اول. اینجا هم باز شوخی تصویری با حلقه های المپیک و تروریستی که کمربند انفجاریشو میخواد جا به جا کنه با یکی از حلقه ها. اشاره داره به تروریست هایی که قبل از شروع المپیک تهدیداتی میکنن مبنی بر حملات تروریستی به المپیک. من اصلا خودم رد نمی کنم دیگه. باش شما رد کن، نیازی نیستش به خشونت، اصلا نیاز نبود خشونت، هیچ نیازی نیست. این هم شوخی کرده با کره شمالی که خواستار برگزار المپیک شده بود. خیلی عجیب بود این تقاضا. آشور شما بفرمایید، شما بفرمایید. این هم مربوط میشه به المپیک ژاپن 2020 که یک سال به تعویق افتاد به خاطر کرونا. بازم شوخی تصویری با حلقه‌های المپیک. حالا من آقا آشور، این هم اشاره داره به کسایی که موفق به گرفتن مدال نمیشن در المپیک. آخه گناه داره کی مدال نگرفته؟ خدا مدال نگرفته، خیلی دارش میزنه. نه نه خودش رفته به سمت افسردگی و بیا خرابش کردی. نه تموم شد آقا. آها تموم شد، خاموش شد، برمیگردیم خدمتتون. ها
آشور یه سوالی بر من پیش اومده، تو اصلا چه اصراری داری حالا بری المپیک؟ ول کن، رها کن آقا. من میخوام افتخار آفرین باشم مثل عمه و زن مهرداد. زن مهرداد؟ بله. آره دیگه. عمه؟ مگه نمیدونستی؟ نه. من خانومم مربی تکواندو بانوان اونجا شرکت کرده. عمه خانومم عنوان ورزشکار رفته. نه بابا. بله واسه اینکه کم نیاره. خیلی طبیعیه. عمه همین عمه خانوم خودمون. بله بله. مگه میشه؟ بله بله بله. آخه 200 سالشه، تو سن 200 سالگی 209 سالشه. واقعا تو سن 209 سالگی؟ بله بله, بله. امکان نداره. چه آقا داره دیگه نداره. بابا میگم داره دیگه. نمیشه چجوری؟ پیری المپیک شرکت کرده. پیری المپیک نداریم آقا. چرا مزخرف؟ چرا المپیک بالای 150 سال؟ بالای 150 سال مگه چند نفر آدم داریم بابا؟ خیلی هستن. نه خیلی ها نیست. آقا نداریم آقا. من دختر دایی اسد. دختر دایی اسد شرکت بی بی جو سغرا. آره اونم شرکت کرده. شرکت کرده. بله پیری المپیک. پیری المپیک. بله امکان داره. جذاب داره نشون میدن. چیو داره مثلا شبکه الان شبکه کدوم شبکه میده؟ حالا روکنگونی داره نشون میده. بیا بزنم شبکه. سلام. واقعا داره نشون پیری المپیکس نشون میده. انگیزه شما به عنوان مسن‌ترین شرکت کننده در مسابقات پیری المپیک از شرکت در این مسابقات چی میده و از کجا نشأت میگیره؟ عمه قربونت بره، من دیدم زن مهداد تو این المپیک شرکت کرده مسابقهش، منم گفتم بیام روی زن اونو کم کنم. خب میشه حالا برای ما بفرمایین این وزنی که انتخاب کردیم به نظر خودتون چی مدالی رو به چنگ میارین؟ بابا که چیزی نیستش که واسه من. من فقط برای 4 مثقال طلا اومدم. فقط طلا. حالا میبینیم که داشته باشی. همه میره که وزنه 268 کیلوگرمی رو به بالای سر خودش ببره. 1 کیلوگرم بالاتر از رکورد جهانی. همه آمادگی خودش رو میخواد به رخ حریفان بکشونه. باید بتونه این وزنه رو بالای سر ببره. اگر بتونه این وزنه رو با این تمرکز حیرت انگیزی که داره بالای سر ببره، قهرمان المپیک و جهان میشه و رکورد جهان رو ارتقا میبخشه. ببینین کچ میزنه به دستاش. همه آمادگی خودش رو نشون میده. دستاش رو به میله وزنه قفل میکنه. آقا مجید و هاشور خوب تماشا کنید، چشمای این زن مهداد کف پا. همه حالا آماده میشه، باید وزنه رو به بالای سر خودش ببره. استایل حالا میاره. حالا باید بلند شه روی دو پای خودش بیسته. آفرین همه. همه با تمام تلاش و توان خودش وزنه رو بلند کرده. حالا وزنه رو بالای سر میبره. همه آفرین همه. حالا پا رو باید صاف بکنه. صاف میکنه. سه چراغ روشن سفید. حالا کجا بودی همه؟ تمام شیر مادر نان پدر حلاله. نمیدم با قبلش را نانه بکن، دیروز و مردانه بکن، برخیز و برچم را ببن، بر سردر خانه بکن، با قبلش را نانه بکن. قهرمان ما سلام بر عمه جان. عمه جان تو افتخار مایی. تو افتخار مایی. تو قهرمان مایی. اینجا میاد. سلام سلام عمه جان. عمه جان تو افتخار مایی. سلام بر عمه جان. عمه جان تو افتخار مایی. بسته دیگه. چی شد؟ مدال طلا تو عمه بده، یه گاز بزنیم ازش. نه نه گاز نمیزنه. اینجوری مثلا نه به صورت نمادین فقط میخوام بگم مثلا طلا. آه طلا واقعا؟ نمیدونم ولی فکر نمیکنم. طلا نه نمیدونم. این چرا اعصاب نداره؟ عمه چی شده؟ آبشه کشیدن تلو شده. چی شده؟ خیلی بی اعصاب. آشپزخونه بوده. کدوم قهرما؟ کدوم طلا؟ مرده شورت ببرن عمه قربونت بره. یه زدی به عمه چی رفت دیگه هاشور؟ چیکار کردم من؟ چی شده عمه جان؟ چی شده مگه؟ چیزی شده؟ مدالمو پس گرفتن، عنوانمو پس گرفتن، 10 سال از ورزش محرومم کردن. چرا خوب عمه جان چیکار کردین مگه؟
فوش دادی به چی؟ فوش دادم. من فوش دادم. من تربیتم مگه؟ عمو قربونت بره. نه عمه ناسزایی. می‌خواستم برم اون موقع سرم درد می‌کرد. به این هاشور ذلیل نمورده عمو قربونش بره. گفتم من سر درد می‌کنه. یه چیزی به دجیبش در مورد یه چیزی داد گفت بخور. این برای سر درده عمه. منم خوردم رفتم اونجا گفتم عمه از تو بعیده. وای گفتم چرا؟ گفتن از این چی خوردی؟ دوپینگ کردی اومدی المپیک؟ قرص سردرد بگیرم؟ تست گرفتن تست گرفتن ازم گفتن تو از این نیروزاها خورده عمه نیروزاها داشتم اشتباه عمه جان حالا کجا داریم میرین؟ عمه جان کجا؟ من میرم اون توفنگم رو بیارم توفنگ یه تیری به تو زلیل نمارده بزنم عمه قربونت بره که این دلم آروم شه آه توفنگ بیاره ببین من میرم این تیریش درد داره باشه داستانی شد خدمتتون عرض کنم که خیلی از ورزشکارها و کشورها آرزوشون اینه که مدال المپیک رو داشته باشن خدا رو شکر ورزشکارهای بسیاری از کشور عزیزمون تونستن این افتخار رو برای ما کسب کنن و پرچم زیبای کشورمون رو در المپیک به اهتزاز در بیارن من بهتره که اینجا رو ترک کنم چون عمه جان بیاد ببینه هاشون نیست منو با تیر میزنه به شما پیشنهاد میکنم که سریع هر جا که هستین اونجا رو ترک کنین خطرناکه خدا نگهدار